احتمالاً بارها این جمله رو شنیدید که هیچ چیزی نمیتونه به سرعت نور برسه. وقتی هم میپرسیم چرا، معمولاً میگن دلیلش اینه که هر چیزی که جرم داشته باشه، برای اینکه به سرعت نور برسه باید یه انرژی بی‌نهایت بهش بدیم، بیشتر از کل انرژی‌هایی که تو تمام جهان هستی وجود داره، که خب واضحه این غیر ممکنه. با اینکه این دلیل اشتباه نیست، اما یه جواب جالب‌تر و دقیق‌تر هم برای این سوال وجود داره که چرا نمیتونیم به سرعت نور برسیم و ازش عبور کنیم. جوابی که اتفاقا درک ما از نظریه نسبیت رو خیلی کامل‌تر می‌کنه. بریم با هم ببینیم قضیه چیه. اسپانسر این برنامه شرکت فیوتک از جنوب کالیفرنیا است. یه شرکت پیشرو در زمینه ساخت انواع سنسورهای دقیق و قابل اطمینان. سنسورهای فیوتک همه جا هستن. از ساعت‌های هوشمند تا ربات‌ها، اندام‌های مصنوعی و ابزار پزشکی، کاوشگرهای فضایی و خیلی موارد دیگه. برای اطلاعات بیشتر به سایت یا لینکدین این شرکت مراجعه کنید که آدرسشون زیر همین ویدیو هست. اول بیایید اون جوابی که همه میدن رو یه مقدار کامل‌تر کنیم. فرض کنید من یه توپ خیلی کوچیک دارم که توی خلاء شناور و هیچ نیرویی هم بهش وارد نمیشه. نه گرانش، نه باد، نه هیچ چیز دیگه. به این وضعیت میگن لختی یا اینرسی یا رکود. اگه بخوام این توپ رو حرکت بدم باید یه نیروی مشخصی بهش وارد کنم. باید بهش انرژی بدم. پس من هولش میدم ولی اون در مقابل هول دادن من یه مقدار مقاومت میکنه. این مقاومت همون جرم توپه که مقدارش فرض میکنیم 10 گرمه. به این میگن جرم لختی. اگه به جای توپ یه وزنه آهنی داشته باشم تکون دادنش نیروی بیشتری میخواد چون جرم لختیش بیشتره. وقتی این توپ رو هول میدم شتاب میگیره. یعنی مثلا سرعتش از 0 میرسه به 50 کیلومتر بر ساعت. این انرژی که من بهش دادم اضافه شده به جرم لختیش، یعنی الان دیگه از 10 گرم بیشتره. پس اگه بخوام سرعتشو بازم 50 تای دیگه اضافه کنم، مجبورم محکمتر هولش بدم نسبت به دفعه قبل. هر چقدر من بخوام سرعت این توپ رو افزایش بدم، باید انرژی که بهش میدم بیشتر و بیشتر بشه. با نزدیک شدن به سرعت نور، جرم لختی توپ اونقدر زیاد شده که اگه بخوام سرعتشو یه کوچولو دیگه بیشتر کنم، باید بی نهایت انرژی بهش بدم. در حالی که هیچ منبعی تو جهان هستی وجود نداره که انرژی بی نهایت در اختیار من قرار بده. به خاطر همینه که حتی یه توپ 10 گرمی هم نمیتونه به سرعت نور برسه. بیشتر وقتا اگه بپرسید چرا نمیشه با سرعت نور حرکت کرد، این دلیل رو به شما میگن که کاملا درستم هست. اما حالا بریم سراغ دلیل کاملترش که وارد عمق نظریه نسبیت میشه. فرض کنید من یه ماشین دارم که روی صفحه دو بعدی حرکت میکنه به اضافه دوتا محور که یکیش به سمت شرق، یکیش هم به سمت شمال. اگه فقط به سمت شمال حرکت کنم، در جهت شرق هیچ حرکتی ندارم. مثلا 10 کیلومتر به سمت شمال رفتم، 0 کیلومتر به سمت شرق. برعکسش هم درسته. یعنی اگه فقط در جهت شرق حرکت کنم، در جهت شمال هیچ حرکتی نداشتم. حالت سوم هم اینه که برم به سمت شمال شرقی. اینجوری یه مقدار در جهت شمال حرکت کردم، یه مقدارم در جهت شرق. حالا بیایید شرق و شمال رو جایگزین کنیم با فضا و زمان. اینجا هم باز همون حالتها رو دارم. مثلا اگه فقط حرکت عمودی داشته باشم، یعنی فقط دارم تو زمان حرکت میکنم. این شبیه حالتیه که ماشینم رو یه گوشه پارک کردم و زمان داره همینجوری میگذره بدون اینکه از جام تکون بخورم. وقتی راه بیفتم هم توی فضا حرکت میکنم هم توی زمان. تو این حالت جابجایی من توی زمان بیشتره نسبت به جابجاییم تو فضا. مثل اینه که توی زمان طولانی حرکت خیلی کمی داشته باشم. اما هر چقدر بیام به سمت محور افقی برعکس میشه. یعنی توی زمان کوتاه مسافت زیادی رو طی میکنم. حالا اگه همینجوری حرکتم افقی تر بشه، در نهایت به جایی میرسم که فقط تو فضا حرکت دارم. جابجاییم توی زمان صفره. انگار گذر زمان برای من متوقف شده. خب به نظر میاد این همون پدیده اتساع زمان تو نظریه نسبیت خاصه که میگه هرچی سرعت ما تو فضا بیشتر میشه زمان برامون کنتر میگذره.
اما این مثال یه مشکل اساسی داره. میدونیم که از 1905 که اینشتین نظریه نسبیت خاص رو منتشر کرد، فضا و زمان دیگه دوتا چیز جدا از هم نبودن. هر دوشون با هم یه چیز چهار بعدی بودن به نام فضا زمان که سه بعدش فضاست و یه بعدش هم زمان. توی اون مثال اول هر دوتا محور واحد یکسانی داشتن، یعنی متر. برای همین میتونستیم به هم اضافهشون کنیم و از چیزی صحبت کنیم به نام شمال شرقی. در حالی که فضا و زمان واحدهای متفاوتی دارن، یکیشون متر، اون یکی ثانیه. پس نمیشه با هم جمعشون کنیم و از فضا زمان صحبت کنیم. اینشتین با استاد ریاضیش هرمان مینکوفسکی، ریاضیدان بزرگ آلمانی، راه حل جالبی برای این مشکل پیدا کردند. زمان رو در یه مقدار ثابت ضرب کردند که این مقدار ثابت بر حسب متر بر ثانیه بود، یعنی از جنس سرعت. اینجوری واحد هر دوتا محور تبدیل شد به متر. حالا میتونستن با هم جمعشون کنن تا حرکت اجسام داخل فضا زمان رو با این روش نشون بدن. محاسباتشون نشون داد این مقدار ثابت باید برابر باشه با سرعت ذرات بدون جرم مثل فوتون‌ها. پس به این نتیجه رسیدن که این ثابت چیزی نیست جز سرعت نور. ضرب کردن یکی از محورها در سرعت ثابت نور به این معنی بود که همه چیز تو دنیای ما داره با سرعت نور داخل فضا زمان حرکت میکنه. من، شما، ستاره ها و سیارات، همه چیز. خیلی دقت کنید به این که داخل فضا زمان با این سرعت حرکت میکنن. فقط کافیه همینو بدونید که توی مدل ریاضی که نظریه نسبیت باهاش جهان هستی رو توصیف میکنه، تمام اجسام باید با سرعت نور داخل بافت فضا زمان حرکت داشته باشن، اونم به صورت دائمی. ممکنه شما بگی من الان داخل اتاقم نشستم، هیچ حرکتی هم ندارم. اما در نظر بگیرید که ما روی زمینیم که با سرعت 30 کیلومتر بر ثانیه دور خورشید میچرخه، خورشید با سرعت 230 کیلومتر بر ثانیه دور مرکز کهکشان میچرخه، کهکشانمون هم با سرعت 600 کیلومتر بر ثانیه حرکت میکنه به سمت مرکز گرانشی خوشه لانیاکیا. پس شما به هیچ وجه داخل فضا زمان ساکن نیستید. یه بخشی از حرکتتون داخل ابعاد فضاییه، یه بخشش هم داخل بعد زمان. بعد از رسیدن به این نتایج، حالا به راحتی میتونیم جواب اون سوال اصلیمون رو پیدا کنیم. اینکه چرا نمیشه به سرعت نور رسید؟ چرا این سرعت یه محدودیت جهانیه که هیچ چیزی نمیتونه ازش عبور کنه؟ مثال حرکت ماشین در جهت شمال شرقی رو دوباره در نظر بگیرید. فرض کنید ماشین من طوری ساخته شده که فقط میتونه با یه سرعت ثابت حرکت کنه. مثلا 80 کیلومتر بر ساعت. اگه فقط در جهت عمودی حرکت بکنم، تمام سرعتم تو همین جهته، یعنی با سرعت 80 کیلومتر بر ساعت میرم به سمت شمال. اگه برم به طرف شمال شرقی، سرعتم در جهت شمال 56، در جهت شرق هم 56. پس توی تمام حالتهای ممکن حد اکثر سرعتی که میتونم داشته باشم همون عدد ثابت 80ه. در مورد فضا زمان هم همینطوره. دیدیم که همه چیز با سرعت نور داخل فضا زمان حرکت میکنه. تو حالتی که تمام حرکتم داخل فضاست و توی زمان هیچ حرکتی ندارم، سرعتم حد اکثر مقدار ممکنه. یعنی همون سرعت نور. ولی تو تمام حالتهای دیگه سرعتم از این مقدار ماکسیموم کمتر میشه. چون یه بخشی از حرکتم داخل زمانه. به خاطر همینه که سرعت نور یه مانع جهانیه که هیچ چیزی نمیتونه ازش عبور کنه. پس همونطور که میبینید، ریاضیات نظریه نسبیت سرعت نور رو مثل یه دیوار محکم جلوی ما قرار داده که هنوز هیچ راهی برای عبور از این مانع پیدا نکردیم. حتی اگه بتونیم به حد اکثر سرعت ممکن تو جهان هستی برسیم، بازم از اینجا تا مرکز کهکشان خودمون 25 هزار سال باید تو راه باشیم. تا
تازه اگه با سرعت نور حرکت کنیم که دیدیم غیر ممکنه. پس اگه بخوایم امیدمون رو از دست ندیم، یکی از این سه تا حالت باید وجود داشته باشه. حالت اول اینه که ریاضیات نظریه نسبیت اشتباه باشه، که خب میدونیم احتمالش خیلی ضعیفه، چون بارها امتحانش رو پس داده و به نظر میاد کاملا درسته. حالت دوم اینه که از ابزارهای عجیب و غریبی استفاده کنیم برای دور زدن این محدودیت، مثل کرمچاله یا وارپ که قبلا در موردشون صحبت کردم. حالت سوم اینه که در آینده چیزای جدیدی کشف کنیم که کلن بازی رو عوض کنن. مثلا 200 سال پیش ما هیچ اطلاعی از پرتوزایی و مواد رادیواکتیو نداشتیم. هیچ کس نمیدونست که از یه مقدار سنگ میشه این همه انرژی بیرون کشید. اما الان در اختیارمونه. شاید در آینده هم کشفیات جدیدی داشته باشیم که سفر با سرعت نور و عبور از این مانع جهانی رو برای ما امکان پذیر کنه. محدودیت سرعت نور با اینکه به نظر میاد یه مشکل خیلی جدی و غیر قابل حله، ولی بازم جلوی ذهن کنجکاو ما رو نگرفته. فیزیکدان‌ها از یه ذره فرضی صحبت میکنن به نام تاکیون که نه تنها سرعتش از نور بیشتره، بلکه هرچقدر انرژیش کاهش پیدا میکنه سرعتش بیشتر هم میشه. یه ویدیوی جالب در مورد تاکیون دارم میسازم که به زودی منتشرش میکنم. اونجا متوجه میشیم که عبور از این سرعت جهانی مشکلات ناشناخته‌ای پیش میاره که حتی ممکنه نظم دنیای ما رو به هم بریزن. اتفاقای عجیبی مثل ارسال پیام به زمان گذشته. شاید این چیزی که ما اسمشو گذاشتیم محدودیت در واقع یه چیز کاملا واجبه.